سلام بر همه هممیهنان عزیزم و دوستان مهربانم. هممون به امید یک آزادی برای ایرانمون هستیم. به عشق محبت و برای ایران زمینمون ایجاد کنیم. بعد از 44 سال زیر دست اسلام و آخوندهای اجنبی ملت ایران دست به پا زدن، بدبختی ها کشیدن، غارتگری ها رو کردن، دزدی ها رو کردن، تمام معدن ها رو خالی کردن. این اجنبی ها بلایی به سر مملکت ما آورد که خودتون بهتر میدونین و این نسل باید انتقامش رو بگیرن. اون روز نشون بدید که ما کنار هم هستیم، نشون بدید که مردم متحد قدرتمند هستیم، ما به عدالت میرسیم، بعدش به آرامش. ما باید بفهمونیم به این حکومت که ما خیلی قوی تر از اونیم. ما هم دیگر رو داریم واسطه پشت همدیگه محکم و یادمون باشه ما ساخته شدیم برای مقاومت، برای دوام آوردن، برای ادامه دادن. انسان بدون آزادی هیچی نیست. شما الان شاهدین که شاهزاده ما رضا پهلوی در ایتالیا چه حرفای مثبتی زده و دین و از سیاست، از حکومت کنار گذاشته و از سپاهیان و بسیجی ها و همه خواست بابا به ملتتون بپیوندین. دنبال این خیانتکارا نباشین، جون خودتون هم به خطر نندازین. بیاین به برادران و خواهران خودتون بپیوندین و ایرانتون رو حفظ کنین. کسی با شما کاری نداره. آلترناتیو قضیه نگاه کنیم، روند تغییر باید همچنین یک روند آشتی ملی و یک گزینه خروج رو هم در بر بگیره، چون من معتقد هستم بخش عمده بدنه سپاه پاسداران که صرفا اشخاص حقوق بگیر هستند، اینها نباید که دلیل داشته باشند که برای آینده خودشون هیچ امیدی نبینند برای فردای بعد از براندازی رژیم. ببینید در عراق با بعثی زدایی کردن از کشور چه اتفاقی افتاد؟ بسیار از این افرادی که همه چیز خودشون از دست دادن در حزب بعث بعدا رفتن به داعش ملحق شدن. بنابراین باید به اونها یک فرصت بقا و نجات بدیم. بنابراین تروریست اعلام کردن سپاه پاسداران خیلی مهمه در این مقطع، ولی من فکر میکنم که این همزمان کمک خواهد کرد به رویگردانی و ریزش بیشتر نیروهای سپاه پاسداران، یعنی اینکه بهشون میگیم که به مردم ملحق بشید و پشت کنید به این رژیم. به قدری سخنرانی شاهزاده در پارلمان ایتالیا خوب درخشید که باعث افتخار همه ماست و به دنیا نشون داده خواهد داد. حکومتی که آوردین به مملکت ما، این جیمی کارتر دیوز، این دموکرات‌های بی‌شرف، مملکت ما رو داغون کردیم، به یه مذهبی رو آوردیم که انقدر انسان کشته بشه، ولی چطور در مملکتتون یک نفر بمیره دنیا سر صدا میکنه. مملکت ما میلیون ها کشته داده، هیچ کس صداش در نمیاد. دزدی ها شده، قاچاقچی بازی ها شده، هیچ کس صداش در نمیاد. این اوبامای دیوز چند میلیارد فرستاد برای اینا، برای چی؟ که اینا رو پا بگونن باز صحبشو بگیره. اینا هست غم ما ها. ولی الان
نسلشی که بازرگان به وجود اومده به قولی مانوی خدا بخشیان و داره انتقام میگیره. و اینو بهتون بگم آخونکشی شروع شده، قبلا میزنن زیر کلا، حالا میزنن تو مخ، مخشو متلاشیشه جلو مردم، چه تو باین باشه چه بیرون باشه. دیگه باید آخونکشی رو شروع کنیم و این نسل کثیفو از ایران پاک کنیم. مملکتمون در یه همچین سطحیه شده و باید جوانا انتقام این برنامه رو بگیرن از تمام آخوندا و ریش سیبیلای قلابی و مهرهایی که سرو پیش ریشونه کلا بردنشون مشخصه. با خرخره همطور که بختیار کشتن اینا رو بکشین، با چاقو تیکه تیکش کنین، همینطور که فرخزاد کشتن شما هم اینا رو بکشین تو خونه شون، تو بیرون هر جا شده. من چیزایی دیدم و چیزایی میدونم که برای همین میگم باید این نسل آخوند رو از روی زمین برداشت، نه ایران، از روی زمین. میدونی دارم به چی فکر میکنم؟ همونطور که یک گیاه اگه ریشش خشک و خراب باشه هی بهش برسیم و آب بدیم هیچ اتفاقی نمیفته، آدم های بدذات اطراف ما اینطوری هست، هر چقدر بهشون خوبی و محبت بکنی هیچی نمیفهمن. سعدی نیکو سخن اینجور آدم ها رو خیلی خوب توصیف میکنه، میگه که ذات بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است. و هرچی عمامه به سره و لباس آخوندی تنشونه باید از زمین برداشته بشن. نسل کثیف، نسل دوز، آدم کش چیز دیگه نیستم. همین امروز خبردار شدم 19 بانک ایرانی ورشکست شده، بسته شده. 19 بانک شوخی نیست. بچه کسی مملکت تو چه حدی؟ پول مردم بدبخت کجا رفت؟ اینا همه برنامه دزبازی های خودشون. یک بررسی اقتصادی از وضعیت بانک ها در ایران نشان می دهد که نسبت کفایت سرمایه در 19 بانک کمتر از حد استاندارد 8% قرار دارد و حتی در 10 بانک کشور این نسبت منفی است. یکی از معضلات اصلی در اقتصاد ایران عملکرد نادرست شبکه بانکی است که به عنوان یکی از دلایل تورم بالا در اقتصاد ایران شناخته می شود. رادار اقتصاد بانک های سرمایه با نسبت کفایت سرمایه منفی 365 درصد، آینده با منفی 157 درصد، دی با منفی 45 درصد، ایران زمین با منفی 43 درصد، توسعه تعاون با منفی 24 درصد، شهر با منفی 16 درصد، ملی و پارسیان با منفی 8 درصد، ملل با منفی 7 درصد و گردشگری با منفی 1 درصد. بانک ها و مؤسسات اعتباری هستند که دارای نسبت کفایت سرمایه منفی بوده که نشان می دهد دارای چالش ها و مشکلات ساختاری هستند. این گزارش ها به نکته مهم دیگری اشاره می کند و می نویسد بر اساس قانون تجارت در صورتی که بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی صاحبان سهام را دعوت کند تا درباره موضوع انحلال یا بقایای شرکت تصمیم گیری کنند. خیانت پشت خیانت دارن می‌کنند، ورشکستگی پشت ورشکستگی دارن به وجود میارن. دم تمام کارگران و کارمندان پتروشیمی و گاز و شرکت نفت و شکر هفت تپه و همه اینا گرد که همه دست به اعتصاب زدن و معلمین دست به اعتصاب زدن، اتوبوس رانی و دست اعتصاب بزن، کامیون رانی و دست به اعتصاب، مملکت ساقطه والا. به یه مو بندن، به یه مو بندن، جایی در جامعه ندارن. اینو خودتون میدونین، خودشون هم میدونن ولی در دست و پا میذارن. مثل یارو تو دریا داره غرق میشه، یه انگشتش بیرون سعی کنه با یه انگشتش از آب بیاد بیرون. نمیشه، نمیشه. Our dream is for los sueños. Freedom for all the
Sogno la libertà per tutte le donne iraniane e le mie figlie apprezzano la libertà di cui hanno potuto godere e di cui possono godere. Sicuramente torneranno, torneremo tutti, ma il punto ora è che dobbiamo sostenere i giovani che sono privi di armi e che però protestano per i diritti umani di base. Una volta avuto successo potremo tutti rientrare e contribuire a ricostruire il paese. Abbiamo tantissime persone intelligenti, competenti all'interno del paese e fuori di esso, e quando verrà quel giorno, insieme alla comunità internazionale, ci daremo una mano e torneremo tutti a ricostruire questo bellissimo paese. Bene. Ma l'Iran به زودی آزاد خواهد شد و زندگی مردم دوباره به خوشی و خوبی برخواهد گشت و از این که مردم کلیه بفروشن، از این که مردم زوالدون بدن، غذا بردارن، تو خیابونا بخوابن، دیگر ایران همچین صحنه‌هایی نخواهد دید. به امید آزادی ایران و براو و شاهزاده ایران، بدون ما همه سربازان توییم، ما شاهان توییم ای ایران، ایرانی که هرگز نخواهد مرد. که میشه شاهنشاه آریا مهرمونو به ایران برگردونیم و اونو در آرامگاه کوچیک خودش به خاک بسپریم، بگیم پدر ما رو ببخش و هممون بتونیم اونجا یه ملت دستوسش بده. چه روز قشنگی خواهد. عدالت بعضی ها گفتن در ایران در این است که چون اون موقع میگفتن امیدی نیست که ایران به جایی برسه، پس عدالت در بدبختی هم است، در بیچارگی هم است، در فقر هم است. حالا اسمشو نمیارم که اینو گفته مرده. من میگم امروز عدالت در ایران در رفاه هم است و وسائلی باید فراهم بکنیم که هر کسی که یه قدری غیرت داشت و یه قدری کار داشت به رفاه حتمی برسه. از اون بالاتر هر چی بیشتر گیرش اومد به قول معروف چه بهتر. زنده باد پرچم شیر خورشید ایران. تا فردا خبرهای خوب ایتالیا رو بهتون بیشتر بدیم.